من چند روز پیش راجع به کسب و کار یه جلسه داشتم با بچه‌های اقتصادی که آقا چطور میشه سهولت کسب و کار ایجاد کرد؟ ها؟ میدونین که تو دنیا ما وضعمون خیلی خرابه، یه ضریب داره. بعضی کشورها هستن مثل ترکیه، مثل سنگاپور. همین الان شما میخوای یه کار اقتصادی بکنی، میری چک میکنن، همه اون نهادها میان محل کار شما، همه چی اونجا تیک میزنن، مسئله حل میشه، کاسبی تو میکنی. متا جای دیگه نظارتشون رو میکنن. ما نه. ما باید بدیم 100 جا که امضاهای طلایی دارن 100 تا رشوه بدیم تا ببینیم که چه جوری میشه کار. من با این بچه‌ها صحبت میکردم چطور میشه یک کسب و کار رو تسهیل کرد. میدونید چی گفتن؟ من این یکی رو فکر نمیکردم. گفتن آقای زرقامی، شما وقتی کسی میخواد بره کسب و کار، مثلا کارت بازرگانی میخواد بگیره، اولین شرطش اینه که آوردن سوء پیشینه. اصلا سوء پیشینه میخواد چیکار؟ آقا طرف زندان بوده، بدبخت، یه مشکلی براش پیش اومده، رفته زندان، بر نمیتونه که برگرده بره تو کار مثلا مدیریتی دولتی. این باید بمیره، باید بره زندگی کنه، خرج زن و بچه رو داره. اصلا من به شدت الان مثلا اینه که آقا سوء پیشینه برای چی؟ برای چه کاری؟ برای چه فعالیتی؟ کسی رفت زندان برای همیشه باید پیشونیش مهر بخوره که آقا دیگه آفرین جان والجان، جاور ولکنش نبود. بله. آدم شده بود، اصلاح شده بود. بله. هم همینه دیگه، اصلاح اجازه نمیدیم.